سلام دوستان وقتتون به خیر باشه این ویدیو پاسخی است به سوالات شما دوستان عزیز در شبنامه امروز میخوام یک نکته ای رو با شما در میون بگذارم احساس میکنم نکته جدیدی برای شما میتونه باشه و درخواستم این هست که به شیوه خودتون با ادبیات خودتون و به هر شکلی که فکر میکنید امکان پذیر هست این نکته رو به دوستانی که احساس میکنید به دردشون میخوره منتقل میکنید از مهمترین پیام هایی که شما در روزهای اخیر برای ما ارسال کردید درباره انتخابات 1400 حتما فعلا میخوام به بحث انتخاب و حتی آرایش جناهای سیاسی ورود بکنم اما میخوام در روی یک کاندیدا صحبت بکنم که این کاندیدا در انتخابات کاندیدا خواهد شد و رد صلاحیت هم میشه من تا قبل شما هم یک سوال رو ازتون بپرسم یک نفر اگر به این جنبندی برسه که در صورت شرکت در انتخابات رد صلاحیت میشه چه دلیلی میتونه برای ثبت نام داشته باشه این سوال رو گوشه ذهنتون داشته باشید در باره آیه حسن خمینی میخوام صحبت بکنم با شما و تلاش میکنم که نکاتم خلاصه باشه احتمالا شما هم در رسانه ها و در در روزنامه های اصلاح طلب دیدید که آقای حسن خمینی این روزها به عنوان یک شخصی که معترض وضع موجوده به عنوان یک شخصی که ناراحت از وضع فعلی کشور و اعتراض داره به این وضعیت داره به افکار معرفی میشه و احتمالا یکی از گزینه هست که اگر پیرامون یک نکته به قطعیت برسه در این انتخابات ثبت نام میکنه با علم بر اینکه رد صلاحیت خواهد شد من برای اینکه ماجرا رو ساده بتونم براتون جا بندازم مجبورم شما رو برگردم به سال 92 و یک داستانی رو براتون مرور بکنم ما در سال 92 در یک کاندیدایی رو داشتیم آیه هاشمی رفسنجانی این کاندیدا در انتخابات شرکت کرد و به دلیل کهولت سن رد صلاحیت شد بعضی از دوستان ممکنه بگن که از واژه به دلیل استفاده نکن بگو به این بهانه رد صلاحیت شده فکر میکنم اون نکته که بعد از پیروزی آیه حسن روحانی در انتخابات اتفاق افتاد یعنی در گذشته آیه هاشمی رفسنجانی قبل از سال 96 خیلی ها به استناد این نکته میگن رد صلاحیت آیه هاشمی به این بهانه خیلی هم بیراه نبوده چون ادعای که مطرح این بود که ایشون کولت سن داره و ایشون در نهایت پایان یک دوره ریاست جمهوری نتونست ببینه به هر جهت نکته که من میخوام بهش اشاره بکنم اینه یک شخصیت در سال 92 رد صلاحیت شد این شخصیت به عنوان شخصی که حقش خورده شده بهش ظلم شده در حقش کم لطفی شده حاکمیت اون رو کنار زده به افکار عمومی معرفی شد حالا شخصی که در افکار عمومی مظلوم واقع شده حاکمیت بهش ظلم کرده حاکمیت رد صلاحیتش کرده حاکمیت به حاشیه‌اش برده کسی که این شکلی معرفی شده بود اومد از حسن روحانی حمایت کرد و این حمایت نقش بسیار مؤثری رو در پیروزی آقای حسن روحانی داشت یعنی اگر بخوایم ماجرا رو برای خودمون ساده تر بکنیم حقیقت ماجرا اینه در انتخابات ها، از نظر بعضی ها نخش وجود داره که این نقش رو یک ادعا پر بکنن مثلا یکی از نقش نقش نامزد و پوششی هست یه نفر باید بیاد نامزد و پوششی باشه بیس در نهایت بری کنار یک نفری باید بیاد اون کاراکتر مظلومی باشه که قرار در نهایت از یه نفر دیگه حمایت بکنه و رئیس ساز بشه برای اون یکی اتفاقی در سال 92 توسط هاشمی برای آیه روحانی رخ داد دیگه بعدا خود آیه هاشمی رفسنجانی در یک مصاحبه به این اشاره که آیه روحانی کل رأیش 3 درصد بود حمایت هایی که من اومدم انجام دادم باعث شد که ایشون به بالای 5 درصد برسه حرفش هم به نظر حرف منطقی بود به خصوص با اون فضایی که افکارومی در اون بازی زمانی قرار گرفته بود این رد صلاحیت شدن هم کمک کرد برای اینکه فضا سازی رسانه های همسو با آیه هاشمی برای کمک به رأی آیه روحانی موثر واقع بشه حالا اتفاقی در آستانه انتخابات 1400 داره میفته همین همین طرف مقابل داره به مجموعه ای از کاندیداهایی که میدونه رد صلاحیت میشن به میدون میاد و دو تا هدف رو دنبال میکنه هدف اول این هست که هزینه های حاکمیت رو بالا ببره به اصطلاح خودمون مجموعه از چهره میان به دلیل مختلف رد صلاحیت میشن برای مثال سابقه اجرایی ندارن با وجود اینکه سابقه اجرایی ندارن و میدونن قطعا رد صلاحیت میشن حضور پیدا میکنن الان دو تا مسیر پیش روی شما قرار میگیره دیگه شما دو تا راه داری یک میتونی بیا یک مظلوم نمایی راه بندازی خودت رو به عنوان جریان معرفی کنی که حاکمیت در حقش ظلم کرده چون مجموعی از کاندیدات رد صلاحیت شدن حالا افکار عمومی دیگه فرصت نداره به این فکر بکنه که اینا علت رد صلاحیت شدنشون این بوده که سابقه اجرایی نداشتن رجل سیاسی نبودن علت چی بوده افکار عمومی فرصت نمیکنه به این فکر بکنه اما شما فرصت پیدا میکنی که یکی از این دوتا راه رو انتخاب بکنی یا مظلوم نمایی بکنی اگر احساس کردی که شانسی برای پیروزی داری و از این مظلوم برای اثرگذاری بر شانس کاندیدای مورد نظر خود استفاده بکنی دو اگر احساس کردی که شانسی در انتخاب نداری و مشارکت به شیوهی خواهد بود که تو از خارج نمیشی همین رو یک نمونه و دستاویزی قرار بدی که انتخابات رو تحریم بکنی با این ادعا که من در انتخابات انتخابات گزینه‌ای ندارم ترجیح میدم که انتخابات شرکت نکنم اما در خصوص آیه حسن خمینی یکی از احتمالاتی که داره مطرح میشه این هست که در ذهن بعضی‌ها این داره میگذره که اون نقشی که آیه هاشمی رفسنجانی در انتخابات 92 بر عهده گرفت به عنوان یک کاندیدای که اومد شرکت کرد رد صلاحیت شد یک مظلوم نمایی اتفاق افتاد از قبل این مظلوم یک آرایی برای آیه روحانی دست شد این اتفاق برای آیه حسن خمینی هم بیوفته یعنی بیاد رد صلاحیت بشه اعلام بکنن که آها حاکمیت با ایشون لجه در انتخابات خبرگان رهبری هم به ایشون ظلم کردن هیچ کس هم فرصت نمیکنه به این فکر بکنه که در انتخابات خبرگان رهبری مجموعه ای از سوالات جلوی کاندیداها بود کاندیداها باید به این سوالات پاسخ میدن که اثبات بکنن فقیه هستن آیا حسن خمینی ترجیح داد که به این سوالات پاسخ نده و انصراف بده به هر جهت فضا فراهم میشه برای اینکه این مظلوم نمای ایشون اتفاق بیفته هم این چهره برای آینده سیاسی که جناح مورد میخواد در افکار می مطرح بشه هم از ظرفیتش به عنوان یک رد صلاحیت شده مظلوم برای کمک به یک کاندیدای دیگه و برای اثرگذاری مثبت بر رأی یک کاندیدای دیگه استفاده بشه البته سوالات جدی در یعنی خصوص مطرح هست آیا اصلا آیه حسن خمینی این وزن رو داره که بخواد در قامت آیه هاشمی 92 وارد بشه و ایفای نقش بکنه پاسخ قطعا منفی هست و احتمالا اون هدف جدیتری که از این رخداد داره دنبال میشه این هست که یک فضایی رو به وجود بیارن برای اینکه یک بهره برداری حداقلی بکنن از این رد صلاحیت که اون بهره برداری حداقلی از سرگذاری و رأی یک کاندیدا یک بهره برداری حداکثری هم بکنن اونم این هست که ایشون رو در افکار و اذهان مطرح بکنن برای آینده خودشون در دنیای سیاست اگر اجازه بدید من این ویدیو رو همینجا متوقف می‌کنم پیام‌های خودتون رو با ما در میون بگذارید شبتون بخیر